به نام آفریدگار هر دو جهان و با درود بر منجی بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. عرض ارادت دارم خدمت تمامی شما سروران گرامی که هم اکنون بیننده برنامه افطاری هستین. آرزو دارم هر کجایی که هستین خوش باشین و از غم و اندو و فرسنگ ها بدور. خوشحال هستم باز هم به شیر سیرت با تقدیم افطاری همراه با زاهده صدیقی و فدا محمد امیری تا یک ساعت مهمان خانه های شما هستیم و آرزو داریم بیننده برنامه خودتان برنامه افطاری باشین. در آستانه خوشترین لحظات و دقیقاً گذار از یک مرحله به مرحله دیگر قرار داریم. تا چند دقیقه دیگه آغاز دهه اخیر هست، دهه ای که با فضیلت تر از 20 روز گذشته هست. بدون شک شبهای قدر هم از شام امروز آغاز و تا شب عید. آرزو دارم که هر کدام ما و شما این فرصت ها را غنیمت بشماریم، در طاعات و عبادات خود جدی تر باشیم و این فرصت ها را هم جدی بگیریم. خب پر حرفی نشه، جناب قاری صاحب مزمل نیازی با ما هست. از ایشان صمیمانه خواهش میکنم برنامه امروز ما را آغاز کنند. جناب قاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین و بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد صدق الله العظيم. ما شاء الله، بسیار زیاد تشکر جناب قاری صاحب، خداوند شما را برکت بیشتر نصیب کنه. تشکر.
بعد از سپری نمودن یک روز سخت، آرامش را با نوشیدن انرژی اتک به دست بیاورید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. تشکر از اتک. سلامت باشین. خوب دوست عزیز، در خدمت شما هستیم و مهمان ما در این فرصت حاجی محمد ولی بغلانی، بازرگان و یکی از بزرگای قوم هستند. از ایشان سیمانه خواهش میکنم تا تشریف بیارن. جناب حاجی صاحب بفرمایید. خوش آمدین جناب حاجی صاحب. بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت افطاری پذیرفتین. بسیار زیاد خوش آمدین. کمره شما در خدمت شما هست. بفرمایید. خوش شدم که مرا اینجا دعوت کردیم. سلام جداگانه و مردم مسلمان و متدین افغانستان، خصوصا روزدارا که 20 روزه را به خدا کنه به خوشی سپری کرده باشند و دا روزه آینده را خداوند به اینا توفیق بده که به خوبی عبادت و اطاعت و عبادت خدا را بکنه. او از خداوند میخواهیم که 30 روزه این سال پوره شود، که این سال روزه ما پوره شود. خوش شدم. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب. خب حاجی محمد ولی بغلانی کی هست؟ در مورد خود بگوین چند جمله جناب حاجی صاحب. به نام خداوند توانا و مهربان، حاجی محمد ولی بغلانی هستم. در سال 1345 در ولایت بغلان به دنیا آمدیم. پدرم ارباب ویسودین بغلانی یکی از متنفذین و سرمایه‌داران بزرگ افغانستان بود. تجارت داشت. در زمانی که پدرم تجارت داشت، مال به روسیه، مال به بدله مال بود. چه قسم مالی سه مال بود؟ روسیه پول نمیداد، فقط مال میدادی، مال میگرفتی. تبادله مال بود، یعنی جنس به جنس تبادله میشد. تقریبا شبیه به سیستم بقالی رقم دیگه. بله. پامیر مالی هم، پامیر بدخشان ما حالی همین چیزی هست. از این طرف قبلگاه ما بادام، پسته، جلغوزه، چهارمغز، زغر، کنجد یا جانس روان میکرد. از اون طرف در بدلش تیل تایک در صد لیتره میامدن، تیل خاک ما میگفتیم، موتورای جیف میامد، کروش میامد، دیگه ترپال میامد، این تو چیزایی که از روسیه بودن اونا ایجا میامدن، اهن چادر میامدن و یا این طرف اینا چیزا روان میکردن. از طرف چی چای هم کار میکردن، از طرف هندو پاکستان میامدن. تشکر حاجی صاحب. شما شیوه پدر تعقیب کردین در تجارت یا رفتین به راه و روش جداگانه؟ نه، از پدر چیزی که در من مانده بود، من از راه و روش پدر خود. شما هم تبادله جنس به جنس داشتین در کشورا؟ نه، در وقتی ما که بود باز این تبادله از بین رفت. وقتی باز روسا این چیز را بند کردن، باز مال در مقابل پول بود. باز صادرات و وارداتی که ما داشتیم، ما گاز و تیل کار میکردیم، تایر و بیتری، مبلین از ژاپن و از تایوان و اوجا می آوردیم. دیگه در وقتی ما از قزاقستان و روسیه سیخ گول و چوب خار می آوردیم. این چیزا را کار میکنی. خودتون روسیه میرفتید؟ خود ما روسیه میرفتیم. باز مشکل لسان چی میشت؟ ترجمان داشتیم. بله. ترجمان داشتیم. دهیدم که میریم ترجمان داریم. ما خود یک مشکلی که در ما پیدا شد، در سن بیاشت مکتب ایلا کدیم به جهت رو آوردیم. یعنی مکتب خود از انقلاب شد و باز دمی زمنی کار، این کاری ما یک دفعه توقف کرد. وقت ما که در مقابل کمونیستا او روسا تفنگ برداشتیم و اون سرمایه و پدر که نقد مانده بود، جنس و زمین و مارکت خوب بجای ماند، اما پول نقد دیگه تاراج شد، چور شد. بعد از اون ما که حالا کجای میریم ترجمان داریم، حتی دبی هم که میریم ترجمان داریم. سلامت باشید. انشاءالله با شما سخنها را ادامه میدیم. با شما هستیم. صحبتهایتان شیرین است. در ماه پرفیض و برکت رمضان، دسترخانتان را با جوس خوش ذائقه رویال زیبایی ببخشید. کیفیت را با جوس رویال تجربه کنید. سوپر کولا، کیفیت از آن ماست. تشکر از سوپر کولا و طعم آلوبالو که ذائقه بسیار خوب داره. ادامه سخنها پس از وقفه. ب
بسیار زیاد خوش آمدین. ادامه افطاری به گونه زنده از طلوع بیننده هستید و آرزو دارم که فرصت ها خوش بگذره و با ما باشین و از داشته ها استفاده ها ببرین. خب دوستایی که علاقمند به نشستن به اعتکاف هست، فقط امی فرصت باقی هست تا پیش از اذانشان باید اینا به محل اعتکاف خود برن، خواهرها در خانه اگر علاقمند بودن و برادرها به مسجد، و شب قدر هم از اذان شام شروع تا فرصتی که ماه مبارک رمضان باقی می باشد. جناب حاجی صاحب با ما هستن و آرزو دارم که برنامه را تا ختم با ما باشین و مو به مو دنبال کنین و از داشته ها استفاده ها. آب میوه 100% طبیعی نیتروسی با طعم‌های مختلف به بازار آمد. اول امتحان کن، بار بار نوش جان کن. نیتروسی جوس واقعی. تشکر از نیتروسی، طعم سیب که ذائقه بسیار خوب دارد. آجی سیب، از فرهنگ وطن بگوین. در بغلان در فرصت افطار فرهنگ غذای شما چی هست؟ با چی افطار میکنین؟ چی خوش دارین خودتان؟ تخمینم فرهنگ افغانستان تخمیناً یکی است. بسیار فرق کم داره. ما در اکثری ولایت افغانستان گشتیم. در بغلان مردم بولانی جور میکنه، از کچالو و از پالک و از کدو زیاد خورما استعمال میکنه، دیگه آش جور میکنه، شوروا زیاد جور میکنه. او قطغن زمین که است دیگه به برنج زیاد علاقه داره، مقابلی پلاو جور میکنه، خصوصا در سحری خانه خان و غریب شاو گدا برنج پخته میکنه، بیگایی که شربت هم جور میکنن، چای سبز زیاد استعمال میکنن. حاجی صاحب، شما در لا بلای صحبتهایتان پیشتر گفتین که قبلگاه صاحب کار روغن کنجد و زغر را میکردن. خود کنجد و زغر را روان میکرده. خود دانش را روان میکردن. از این روغن شما در خانه استفاده میکنین؟ چون بله بله داره، کیفیت خوب داره و بر ساعت بسیار خوب هست. این روغنی که هست روغن طبیعی است. در ضمن روغن طبیعی نه روغن آویستن یا مجمد نیستن، خون چرب نمیسازه. روغن زغر و کنجد تقریبا در کل روغن بعد از زیتون این روغن خوبی است. مردم شمال هم استعمال میکنه، سابقه خود مکمرا از این استعمال میکردن، میکاریدن، ولی خوشحالی شده زمین های للمه زغر و کنجد مردم دلال هم میکاریدن، یعنی به بارش میکاریدن، ولی بارش ها کم شده، کشتی از او کمی کم شده، کم رنگ شده. دوم این روغن نباتی که پیدا شده این ارزان هست، این ارزان هست، او قیمت هم هم میشه دیگه. حالی مردم کمی مردم هم راحت طلب شده، او روغن یک سرخ میکردن و او را داغ میدادن زنه در خانه یا آشپزه، ولی هیچ چیز که هست اینا این کار نداره، مردم علیه این استعمال میکنه. خواهد هم برینجا در شمال مکمل در کنجد و زغر روغن زغر پخته میکنه. سلامت باشین. حاجی صاحب، شما کارهای خیریه هم دارین. در جریان ماه مبارک رمضان چی کارهای خیری را شما انجام میتین و دارین؟ در ماه مبارک رمضان به مردم بی‌بضاعت و غریب و ناتوان و مسافر و مزدورایی که اونجا هستن در خانه نداره، در اونا کمک میکنیم. در افطاری پول نقد، مواد غذایی خام که در خانه پخته کنه، پخته از خانه کمک میکنیم. کمک های ناچیزی هستن که کفایت نمیکنه و دل ما هم باید زیاد باشه. خود زندگی روزگار و شرایط مملکت دیده و اقتصاد خود دیده کمک میکنیم. چند سال پیشی که مجاهدین بودن جهاد میکردن، زیاد کمک خود و مجاهدین میکردیم. چرا که مجاهدین در سنگره هم پول نداشتن، نان نداشتن، کالا نداشتن، او را به مجاهدین هم کمک میکردیم. اگر نی خود ما داشتن تنها در ماه مبارک رمضان آجی صاحب شما دست میگیرین و کمک هایتان است یا پیش از رمضان و بعد از رمضان؟ سال دوازده ماه چیزی که خداوند زندگی انسان خلق کرده، ضرورت است، کسی مریض است و کسی به بضاعت است و کسی مشکل داره، تا واسه خود در سال دوازده ماه کمک میکنیم. تا واسه خود دیده همون چیزی که داریم به اندازه خود کمک میکنیم. تنها به ماه رمضان منحصر نیست، خود رمضان کمک زیاد میشه، زکات و کمک و چیزا زیاد پیدا میشه. زکات ها چیزی فکس حساب میکنیم؟ بله، دقیق چیزی یک شریعت حد و مرزی رک تعیین کرده؟ زو کده کمی زیاد میکنیم، چرا که حساب ما غلط نشده باشه. پیر خداوند از ما پرسان کنه، این فرض است، این فرض آدم میکنیم، بسیار تشکر. که به خدا رفته نیستیم. سلامت، با شما برمیگردیم انشاءالله. جا داره تشکری کنیم از شرکت صنعتی پامیر سکلت، اولین و بزرگترین
شرکت صنعتی در سطح افغانستان، البته در بخش ساختن موتورسیکلت، بابت اسپانسر برنامه افطاری سال 1402 هجری شمسی. خوش آمدید. تشکر. قاری صاحب، میلاد عطا بودن که از آن شما به افق کابل قرائت کردن. بفرمایید جناب قاری صاحب. سلامت باشید. تشکر. افطار کنین. سلامت باشید. خب، بعد از سپری نمودن یک روز سخت، آرامش را با نوشیدن انرژی اتک به دست بیاورید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. تشکر از اتک. خب، فدا محمد امیری هم کنار ما ایستاده است. خوش آمدی فدا محمد جان. خوش باشین. سلامت باشین. بفرمایید در خدمت شما هستیم. هموطنان عزیز، روزادارای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که جور و صحت سلامت باشین و به دور از دغدغه‌های روزگار افطاری خوب خوش را کنار هم آغاز کرده باشین. قسمی که استاد سیرت یادآور شد، امروز 20 روز از ماه مبارک رمضان سپری شد. ما در یک دهه بسیار اساس قرار داریم، رهایی از آتش دوزخ که در این دهه یا در این ماه نزول قرآن همچنان صورت گرفته که انا انزلنا فی لیلة القدر، و ای که قرآن کریم در یکی از شبهای مبارک نازل شده در این ماه، ولی او شب به نام شب قدر یاد میشه. او شب، شب قدر در دهه اخیر است. پس خداوند توفیق بده که ما و شما شب زنده‌داری بکنیم و خداوند یاد بکنیم و تا سحر به یاد پروردگار بشینیم. زنده و سلامت باشین. بازم سلام خدمت خودت، سلامت. خدمت حاجی صاحب محترم، بسیار خوشحال هستیم که خودتان امروز روی سفره افطاری ما هستین و تشکر از اینکه کمک کردین، کمک میکنین یک هم نوا، یک هموطن بی بضاعت ما را، و شما را همچنان خوش آمدید میگم قاری صاحب. سلام. شما هم تشکر. ما سلامت باشین. خیلی جزای خوب پخته کردی. تشکر. سلامت باشین. خب خدا محمد جان، برانی بانجان پخته کردی، چشم ما روشن. دوستا، استاد سیرت برانی بانجان از یاد دوست داره. سلامت، تشکر. به این خاطر امروز خواستیم که رضای دلخواهشان آماده کنم. خوان تو را سلامت داشته باشه. بفرمایید باجی صاحب هم تعارف کنین. قاری صاحب میربانی، افطارتون داشته باشین. دوستای عزیز، قاری صاحب ماشاءالله آدم بسیار پر معلومات، در چند دقیقه یک معلومات کلی از فوتبال داشت. دیگه ماشاءالله آدم روشن در تمام بخش ها هست. خداوند سر اینا را به سلامت داشته باشه. حاجی صاحب، پیش از برنامه چند دقیقه با هم صحبت کردیم و قصه کردیم، از گرمی و سردی روزگار زیاد گفتین. گفتین فرصت هایی بود که من چیزی که از پدر برام مانده بود و از خودم پیدا کرده بودم، همه به باد فنا رفت، اما باز تلاش کردم، پس دوباره سر پای ایستاده شدم. خب ما اگه بگویم بازم مزهش کم میشه. خودتان بگوین. حاجی صاحب، به نام خداوند توانا و مهربان، در سال 54 پدر ما فوت کرد. در سال 57 کمونیست ها آمدن. در 8 خانه 58 ما سلا ورداشتیم در مقابل کمونیست ها. اینا خانه ما را چور کردن. ما سند ما بیادرهای کل ما جوان بودیم، یعنی در جهات کمر بسته کردیم. چیزی که در شهر و تجارت و شرکت داشتیم در خانه خود چیزی نمی باشد. ای به باد رفت، خانه ما را چور کرد، والده ما را بندی کردن. چیزی که داشتیم حتی همو قاب و غوری و حالی در جمع اثر می نارم بردن. ما جهاد کردیم و خانه‌ای که داشتیم و هم بمبار شد، مهاجر شدیم. در مهاجرت کلی چیز های دست دادیم. باز های سپر چرا تعریف پدر ما، پشتیوانی مردم، شناخت، همو طریقه کار یاد داشتیم. باز شروع کردیم. این سرمایه مرا باز به میلیون ها دلار کشاندیم. نام خدا. باز هر چیز قدری اول پیدا کردیم. بعد از او در حکومت سابق یک تعداد پولی مرا روسا دور دادن. باز به صفر مرا آوردن. پولی به تیل روان کرده بودیم و پولی ما دور خورد. باز 14 سال بعد پیش. بعد از او باز از صفر شروع کردیم. ماشاءالله. یعنی دفعه سیم. حالی شکر است. در قطاری دوسته هستیم. خدا را شکر است. هر چیز داریم. از مردم افغانستان هم میخواییم. یک کاری که کردیم نگفته نمانه. ملک خدا ترک نکردیم. سرمایه خدا ملک نکشیدیم. خام و وطن و بیادر و دوست خدا یلا نکردیم. قبرستان و وطن خدا یلا نکردیم. وطن از کل کده به ما شیرین است. دیده به دنیا آمدیم. از وطندارای خود، از عزیزین خود میخواییم که وطن خود ایلا نکنند، مهاجر نشوند، سرمایه خود نکشند، سرمایه
فیزیکی خود، سرمایه انسانی خود، علم و دانش خود نکشه. امی وطن است، در این وطن آزاد می باشیم، آباد می باشیم، خوش می باشیم. شاید تلخی دارن، مشکل دارن، جنگ سپری کرده ایم، با مملکت ها دشمنی داریم، کلش میگذره. بسیار جا تشکر ایزد. روزای بد میگذره. وطنهای خود ما خیلی خوش میشیم که اینا در پالوی ما باشه. این وطن آزاد و آباد بسازیم. با شما برمیگردیم. هستیم آجی صاحب، حرف و سخنها را ادامه میتیم. دسترخان افطاری تان را با محصولات خوش‌ذائقه رویال زیبایی ببخشید. کیفیت را با جوس رویال تجربه کنید. سوپر کولا، کیفیت از آن ماست. تشکر از سوپر کولا، طعم مالتا، ذائقه بسیار خوب. ادامه برنامه پس از گلو تازه کردن ما. و نام خداوند یکتا و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شام رمضانی همه شما متنای گلم بخیر. امید دارم که 20مین روز ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. طاعت و عبادت همه ایمان تا این دم قبول درگاه حق قرار گرفته باشد. و سپاس از تمویل کننده های برنامه ما. آب میوه 100% طبیعی نتروسی با طعم‌های مختلف و بازار عرضه گردید. اول امتحان کو، بار بار نوش جان کو. نتروسی جوس واقعی. امشب هم قرار است دو فامیل با ما در برنامه باشند و مساعدت شوند. فامیل نخستی که امشب در برنامه با ما هستند، کرشما نام دارد که 18 سال سن دارد و 8 ماه می شود ازدواج کرده و از ناحیه چشم، دهن و گوششان خون می آید. و همچنان خانم پروین که خاله‌شان می باشد و همچنان خوشویشان می باشد. 4 اولاد دارد که 16 سال می شود که از شوهرش خبر نیست. نگاه ما اندازیم به زندگی کرشما در بسته تصویری. مریض هستم، از چشمایم خون می آید، از گوشم، از دانم لخت لخت خون می آید. بیخی حالتم خراب می شود. ای دمی درد ما معلوم نیست. پیش دکترها میریم، می بینن، معاینه می کنن. میگه هیچ معلوم نیست، میگه برو پاکستان. بیخش ما هزاری سیم می شود. شوهرم هم بیکار است، دمی مارکت می ره. گاهی صد می ره، گاهی پینجا می ره. خود از او گردایش هم چرک داره، نمی فهم سنگ داره. خیلی وضعیت از او هم خراب است. شبا و روزا گشنه می باشیم، خودم در تادهی ضرورت دارم. درد معلوم نیست، خسته شدیم بیخی، درد میکشم. نمیفهمم چی سر از چی حال از دستر من. خودم دختر جوان، نو جوان شدیم، دست چپ و راست خودش میفهمم. در این رقم درد ما مبتلا شدیم. کسایی که توان کمک کنن دارن به من کمک کنن. موضعیت بود خراب است. نه این ماه مبارک رمضان هر کس به من کمک میکنن. خداوند اما قدر بده، خداوندی دنیایشان هم جور کنه و دنیایشان هم جور کنه. باور کنین که خیلی وضعیت من خراب است، خسته شدم بعد از این درد. خوش آمدین. ادامه افطاری را به گونه زنده بیننده هستید. در بخش مساعدت قرار داریم و آرزو داریم که هموطنان ما در هر کجایی که هستند مساعدت های خود داشته باشند. نزدیک به 65 تن از افراد و شرکت ها در برنامه امروز مساعدت های خود داشتند. از تک تک شما سپاس شکران دارم. یک نکته را می خواهم یادآور شم. اول که پوزش می خواهم از دوستایی که در شهرهای زندگی می کنند، اگر من نام شهرهایشان اشتباه بخوانم. یک و دوم، امروز من تکرار برنامه را میدم، کمی پیشانی ترش است. این فقط علتش کمی که دقت در کاغذ هست که اشتباه نشه، او عاملش هست که دوستا شکر رنج نشن. مادر جان بسیار زیاد خوش آمدی، خدا مشکل شما را حل بگردانه. فهرست اسامی مساعدت کننده های برنامه افطاری شبکه طلوع و روژمات شبکه لمر 11 اپریل 2023. از طرف شورای تجاران افغان مقیم امارات متحده عرب، 1 میلیون افغانی سهم، امشب 33 هزار افغانی.
بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان 600 هزار افغانی، سهم شب 20 هزار افغانی، بنیاد خیریه اچ بی 3 میلیون افغانی، سهم شب 100 هزار افغانی، بنیاد خیریه رحمانی 1 میلیون و 500 هزار افغانی، سهم شب 50 هزار افغانی، شرکت هوایی کامیر 1 میلیون افغانی، سهم شب 30 هزار افغانی، بنیاد خیریه حبیبیار 1 میلیون و 200 هزار افغانی، سهم شب 50 هزار افغانی، حاجی نور محمد قادری تاجر ملی از ولایت بلخ 750 هزار افغانی، سهم شب 25 هزار افغانی، الحاج حبیب الله پیرزاده رئیس مجتمع شرکت های ACCL انترنشنال 900 هزار افغانی، سهم شب 30 هزار افغانی، بنیاد خیریه لبل 369 هزار افغانی، سهم شب 14 هزار افغانی، الحاج آریان عظیمی تاجر ملی 200 هزار افغانی، سهم شب 20 هزار افغانی، عمر و شیلا از لاس انجلس امریکا 168 هزار افغانی، سهم شب 5 هزار افغانی، احمدی از ولایت کابل 450 هزار افغانی، سهم امشب 15 هزار افغانی، بی بی حاجی از میرلند امریکا 300 هزار افغانی، سهم شب 10 هزار افغانی، محمد قسیم امینی و فامیل آن از نروژ 150 هزار افغانی، سهم امشب 5 هزار افغانی، بی بی حاجی از تورنتو کانادا 186 هزار افغانی، سهم امشب 6200 افغانی، بنیاد خیریه ندازاهد 150 هزار افغانی، سهم امشب 5 هزار افغانی، منصور از کابل 150 هزار افغانی، سهم امشب 5 هزار افغانی، یک دوست از ادمنتون کانادا 180544 افغانی، سهم شب 5044 افغانی، بنده خدا از ویرجینیای امریکا 81613 افغانی، سهم امشب 6316 افغانی، حاجی نوید 150000 افغانی، سهم شب 5000 افغانی، ادریس از کابل 80 هزار افغانی، سهم شب 5 هزار افغانی، حاجی زمره مقیم شهر جده عربستان سعودی 112500 افغانی، سهم شب 5 هزار افغانی، بی بی حاجی از نیویورک امریکا 82344 افغانی، سهم شب 5 هزار افغانی، یک وطن دوست از شهر فلوریدای امریکا 82344 افغانی، سهم شب 5 هزار افغانی، بی بی حاجی از اوکویل کانادا 125 هزار افغانی، سهم شب 7 هزار افغانی، سوسن از فلوریدای امریکا 82388 افغانی، سهم امشب 5 هزار افغانی، سید مصطفی هاشمی از تورنتو کانادا 120434 افغانی، سهم امشب 5434 افغانی، معصومی 50 هزار افغانی، سهم امشب 9 هزار افغانی، فامیل صدیق از دنمارک 52519 افغانی، سهم امشب 5280 افغانی، به همکاری خانم گلغوطه نظری باشنده های شهر زوترمیر هالند 45350 افغانی، سهم امشب 7900 افغانی، از طرف فامیل مزاریار 50000 افغانی، سهم شب 5000 افغانی، استاد پوانتون کابل 100000 افغانی، سهم شب 6000 افغانی، بی بی حاجی از کنبیرای استرالیا 56000 افغانی، سهم شب 6000 افغانی، هما زیاروف از شهر نشویل امریکا 42710 افغانی، سهم امشب 10131 افغانی، در مجموع 638000 افغانی، 1384 دلار امریکایی و 50 یورو مساعدت شده است که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و برنامه روژمات تلویزیون لمر می گردد که سهم امشب برنامه افطاری 319 هزار افغانی، 692 دلار امریکایی و 25 یورو می باشد که این سهم به دو خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می گردد که سهم هر فامیل 159500 افغانی، 346 دلار امریکایی و 12.5 یورو می باشد. تشکر از تک تک هموطنای ما که به آدرس موبی به خاطر مساعدت هموطنا پول مساعدت کردن. جناب آقای صاحب، به پاس مادر پوزش شما استفاده میشین؟ خب پولی است که هموطنای ما از داخل و خارج به خاطر مساعدت بان اینا چه گوره آخره. بله پول خودتان است؟ بله خب اونم بان این سرش و کارت مواد اولیه از طرف شرکت اجرت عزیزی و کارت مواد اولیه از طرف بنیاد بیگزاد و کارت صحی از طرف شفاخانه کادری چراغ و آنچه از خودم گذاشتین آجیسه با پاکت. سلامت باشین. تشکر. بعد پاکت خودتان بفرمایین و مادر جان تقدیم کنین. تشکر. تشکر آجیسه بخند. خدا بند کامیاب زنده باشی. روزگاری خوش میخواییم. زنده باشی. دیدینام کامیاب باشی. سلامت باشین. خدا بند شما رو هم خیر بتن. مادر جانم مشکلش حل بگردانه. حرف و سخنها پس از وقفه.
خوش آمدین دوستای عزیز. ادامه برنامه است. پاس از امراهیتان دیدم و همچنان جا دارد تشکری کنیم از شرکت صنعتی پامیر سیکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در سطح افغانستان. فامیل دوم که امشب در برنامه با ما هستند و قرار است مساعدت شوند، خانم فریده می باشد، 32 سال عمر دارد و همچنان 4 فرزند دارد. مصاب به سوراخ قلب است و قلبشان هم بزرگ می باشد و شوهرشان هم بیکار می باشد، در خانه کرایی زندگی می کنند. نگاه می اندازیم به وضعیت خانم فریده در بسته تصویری. مادر 4 اولاد هستم، مشکل قلبی دارم، مدت 2.5 سال میشه که مریض هستم، دیگه بسیار حالتم خراب است و دمی جای زندگی میکنم، خانه ام کرایی است، خانه شخصی ندارم. این 2 ماه پیش باز حرم حمله آمد، قلبم مشکل زیاد شد، باز شفاخانه خیرخواه مریه کرد، همسایه معرفی که گفت اموجه برو. اوجا که رفتم دکترها که معاینات مکردم، پس از سر چی کمو میکردن مرا، گفت که چی است این مشکل، از این افغانستان حل نمیشه، باید از این بیرون از افغانستان ببرن، عملیات شد و قلب از این هم یک وال قلب از این نزدیک به خوش کردن رسیده. دکترها گفت من 4 طفل دارم که کلش خورد، کلش بی سرنوشت داره، یک پدر بی مسئولیت داشت که زندگی من رو خراب کرد، از 4 طفل من رو خراب کرد. حالا من میخوایم از مردم هم، از هموطن هایی که به من کمک کنن که اولاد هایی بی سرنوشت نشن، چون طفل هایی ریزه ریزه کلش خورد. باز شفاخانه وزیر اکبر خانم کلش هم یک نظر هستن، اونو دو اسنادای من هست که کلش گفتم برام که تداوی تو دیج امکان نداره، غیر از اینکه اگر تو ما عملیات شه قفس باز عملیات میکنیم 5 لگ روپه بده، من خود دوان 20,000 ندارم، من حال دوا رفتم 12 ساعت 15 ساعت دوا میگیرم، اگر کسی کمک کنه که دوا میگیرم خوب میباشم، نکنه نه دیگه هیچ بهتر میباشم. بسیار جات خوش آمدین، در خدمت شما هستیم و در بخش مساعدت خواهر عزیز ما کنار ما هست. بسیار جات خوش آمدی خواهر جان، انشالله بر دعا میکنیم خداوند مشکلت حل بگردانه، متاثر هستیم بابت مشکلات، انشالله همه دعا میکنن برات. خب ادامه لست میخوانم. حاجی محمد کامران از شهر استانبول ترکیه 133,000 افغانی، سم شب 10,000 افغانی. شیلا از شهر آلکورف کالیفرنیا 40,671 افغانی، سم شب 5,000 افغانی. حامد کاظمی و خانمش از کانادا 106,250 افغانی، سهم شب 5,000 افغانی. فامیل رسول از کابل 66,500 افغانی، سهم شب 5,000 افغانی. یک هموطن 51,129 افغانی، سهم شب 5,000 افغانی. ناهید از کشور ناروی 40,000 افغانی، سهم شب 5,000 افغانی. خانم هاشمی از شهر آکسفورد بریتانیا 25,348 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. بانو کوهستانی 23,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. یک دوست از هامبورگ آلمان 30,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. نفیسه کاظمی از کانادا 21,875 افغانی، سهم امشب 10,037 افغانی. بی بی حاجی از کانادا 15,650 افغانی، سهم امشب 5,650 افغانی. بی بی حاجی و دخترش صدف جان از همیلتون کانادا 25,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی. حشمت و دوستانش از شهر اوکلند نیوزلند 26,000 افغانی، سهم شب 5,000 افغانی. بنده خدا از شهر لاس انجلس امریکا 82,605 افغانی، سهم شب 5,000 افغانی. از طرف فامیل بی بی حاجی قادر از کابل 121,000 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی. احمد فواد الکوزی از سیدنی استرالیا 60,648 افغانی، سهم شب 5,000 افغانی. بی بی حاجی از تایمانی کابل 80,249 افغانی، سهم شب 5,000 افغانی. مهری از اوکلند زیلاند جدید
49,812 افغانی، سهمش 5,711 افغانی. مریم پوپلزی از سان فرانسیسکو امریکا 49,734 افغانی، سهمش 5,000 افغانی. فامیل مرحوم حاجی عبدالقادر 1900 دلار امریکایی، سهمش 100 دلار امریکایی. شمیم و خانمش از شهر اوشاوای کانادا 3,000 دلار امریکایی، سهمش 100 دلار امریکایی. حاجی گل و خانمش از پنکرین کانادا 3,000 دلار امریکایی، سهمش 100 دلار امریکایی. حبیب الله از خارج 14,000 دلار امریکایی، سهمش 500 دلار امریکایی. فامیل اکبر از هامبورگ آلمان 2,160 دلار امریکایی، سهمش 80 دلار امریکایی. فامیل همکار از آلمان 1,000 دلار امریکایی، سهمش 52 دلار امریکایی. حاجی ذبیح الله از شهر لندن 1,500 دلار امریکایی، سهمش 100 دلار امریکایی. محمد یوسف از نیویورک 3,100 دلار امریکایی، سهمش 252 دلار امریکایی. خالد 500 دلار امریکایی، سهم امش 50 دلار. فامیل علی 300 دلار امریکایی، سهم امش 50 دلار امریکایی. فامیل امیری از هامبورگ آلمان 1000 یورو، سهم امش 50 یورو. و کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی در مجموع 638,000 افغانی، 1,384 دلار امریکایی و 50 یورو مساعدت شده است که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و برنامه رجمات تلویزیون لمر می‌گردد که سهم امشب برنامه افطاری 319,000 افغانی، 692 دلار امریکایی و 25 یورو می باشد که این سهم به دو خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می گردد که سهم هر فامیل 159,500 افغانی، 346 دلار امریکایی و 12.5 یورو می باشد. تشکر از تمام عزیزا. امشب به آدرس موبی بالاتر از 7 لک افغانی پول بود. خداوند همه را سلامت داشته باشد. چون باشید خب پول هموطنای ما پول خودم بگیرید، پول هموطنای ما از داخل خارج، کارت مواد اولیه از طرف بنیاد بیگزاد، کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی و کارت بیمه صحی از طرف شفاخانه کادری چراغ و آنچه که از خود بالایش گذاشتیم. خدا شما خیر بده. سلام علیکم. تشکر. تشکر از جناب حاجی صاحب، خداوند شما را سلامت داشته باشه. از اینکه کمک کردین و تشریف آوردین به افطاری. ادامه برنامه افطاری با زاهده پس از لحظات. ادامه برنامه سپاس از همراهیتان تا ایده و همچنان تشکر از مهمان ما که امشب در برنامه با ما بودند و متنای ما که میخواهند مساعدت داشته باشند میتونند به شماره واتساپ مثبت 93 711 99 51 12 با ما به تماس شوند و مساعدت داشته باشند. فعلا هم در استودیو با ما حاجی صاحب شعیب ایوبی در حضور دارند و نت زیبای را آماده ساختند اجرا میکنند. با شنیدن این نت زیبا شما را هم به الله متعال مسپارم. شب خوش. الهی به عزاز خواسان خود، به داغ دل دردمندان خود، به دامان پاکان پرهیزگار، به الله گویان شب زنده دار، به موی سفید سر شرم و حیای جوان دختران، با آن پیر مردی که گیرید به شب، با آن نوجوانی که دارد ادب، آیام با حرفی که ناید به لب از ایام، با دردی که مرگ است و را دوا، که مانند برق از درون جهت عالمی را کند واژگون، با آن مادرانی که شب تا سر با تابوت فرزند کوبند و سر، الهی برنگ خزان پدر که خم گشته پشتش ز مرگ پسر، با آه دل بی وگان وطن
که امیدشان خفتن در کفن. و آیا رمز و در رمضان است خدا می داند، برتر از فهم و گمان است خدا می داند. لیلة القدر کدامین شب این ماه است، چی شب برتر از آن است خدا می داند. و ایام هر شب توبه کنیم از گناه پاک شویم، لیلة القدر امان است خدا می داند. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه الصلاة و السلام.